سلام بر شما، شبتان بخیر. به خبر ده با من جمال ناصر فرهمند خوش آمدید. سرخط خبرها. تأکید امریکا بر قطع کمک برخی از کشورها به طالبان. ما دیده این برخی کشورهای مشخص راهبردهایی را دنبال میکند که پیامدهای منفی دارند، زیرا این کشورها با این کار زیر نام مبارزه با داعش از طالبان پشتیبانی میکند. توجیه حامد کرزی از کمک روسیه به پاکستان. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور رابطه میان روسیه و پاکستان را یک رابطه نو میداند. هنگامی که امریکا دادن جنگ افزار را به پاکستان متوقف کرد، در آن صورت باز از روسیه نیز میخواهیم تا همین کار را کند. افزایش تلفات داعش در سال 2017 در افغانستان. در سال 2017 میلادی در حدود 1600 جنگجوی داعش در افغانستان کشته شده. شمار جنگجویان شاخه خراسان داعش که در سال 2017 در افغانستان کشته شدند حدود 1600 تن میرسند. و نگرانی سازمان ملل متحد از جنگ افزارهای کشتار گروهی در جنگ. خوش آمدید به این ساعت خبری. تا یک ساعت دیگر با خبرهای از افغانستان و جهان، من میزبان شما هستم. مشروع خبرها. ایالات متحده امریکا پشتیبانی برخی از کشورها را از طالبان به بهانه مبارزه با داعش خطرناک میگوید. معین وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان میگوید که برخی از کشورها به بهانه مبارزه با داعش از طالبان حمایت میکنند، اما این کار پیامدهای منفی خواهد داشت و از هشدار می‌دهد که طالبان جز پیوستن به روند صلح فرصت پیروزی از راه جنگ ندارند و پناهگاه‌های امن هراس‌افکنان در پاکستان نیز نابود شوند. با این حال نماینده روسیه تلاش‌های نظامی جهان را در افغانستان بی‌نتیجه می‌داند. وزیر خارجه روسیه می‌گوید که برای آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح کابل با طالبان و مسکو آماده کمک است. جزئیات بیشتر این خبر تا دقایق دیگر در این مجمع خبری به سمعتان خواهد رسید. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور از کمک‌های نظامی روسیه به پاکستان پشتیبانی می‌کند. آقای کرزی می‌گوید هرگاه ایالات متحده می‌تواند به پاکستان جنگ افزار بدهد، پس روسیه نیز چنین کمک‌های را در اختیار اسلام آباد قرار دهد، در حالی که کمک‌های نظامی روسیه به پاکستان پرسش‌های را به بار آورده است. اما آقای کرزی می‌گوید که جنگ افزارهای آمریکایی 90 مرتبه بیشتر از جنگ افزارهای روسی در پاکستان وجود دارند. رئیس جمهوری پیشین میگوید که پاکستان 50 برابر بیشتر نسبت به افغانستان به ایالات متحده ارزش دارد و از همین رو جنگ واشنگتن در افغانستان ناکام بوده است. بخشی از گفتگوهای سالانه رئیسینا در هند امسال درباره افغانستان بود. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین یکی از سخنرانان در اینجا رابطه روسیه را با پاکستان رابطه نو میداند. جنگ افزارهای امریکایی نزد پاکستان 90 درصد بیشتر از جنگ افزارهای روسیه در آن کشور هستند. هنگامی که امریکا دادن جنگ افزار را به پاکستان متوقف کرد، در آن صورت باز از روسیه نیز میخواهیم تا همین کار را بکند. آقای کرزی می‌افزاید که ایالات متحده از بهر این در جنگ افغانستان تا کنون شکست خورده است که پاکستان را نسبت بر افغانستان بیشتر ترجیح می‌دهد. Vice President Biden got up from his place and said, "Look, Mr. Karzai." ناگهان جو بایدن معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا در نشستی برخاست و گفت: ببین آقای کرزی، پاکستان 50 برابر بیشتر نسبت به شما در افغانستان به ما اهمیت دارد. پس برای جبران شکست آمریکا در افغانستان، این رابطه آمریکا با پاکستان باید تغییر کند. معاون وزیر خارجه روسیه در این گفتگو درباره کمک نظامی روسیه به طالبان در افغانستان میگوید: Taliban. Yes. طالبان؟ فکر نمی کنم ما بر طالبان نفوذ داشته باشیم. ما از اوضاع افغانستان از چندین سال به این سو نگران هستیم. اما ما آماده زمینه سازی به گفتگوهای صلح مستقیم حکومت افغانستان با طالبان هستیم. هیچ مدارکی درباره کمک روسیه به طالبان وجود ندارد.
این دیپلمات روس درباره انگیزه نفوذ روسیه بر طالبان میگوید چگونه میدانید این جنگ افزارها ساخت روسیه هستند؟ هرگاه منظور از تفنگ‌های کلاشینکوف باشد، آنها در بسیاری از جاهای دیگر نیز ساخته می‌شوند. اما درباره چرخبال‌های بنشان که به شمال افغانستان جنگجویان داعش را انتقال می‌دهند، نگران هستیم. برای ثبوت در این باره نوار تصویری داریم، اما حکومت افغانستان و ناتو با آن پاسخ نمی‌دهند. ایگور مورگولوف وجود تماس‌های روسیه را با گروه طالبان تایید می‌کند و می‌گوید که از بهر تامین امنیت شهروندان روسیه در افغانستان و تلاش برای زمینه‌سازی گفتگوهای صلح در این کشور، مسکو با این گروه در تماس است. والا هم توجه کنید به جزئیات بیشتر در پیوند به نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست ویژه اش را به سطح وزیران خارجه 15 عضو این سازمان درباره افغانستان برگزار کرد. آقای رئیس، همکاری و سرمایه گذاری بیشتر میان افغانستان و آسیای میانه می تواند نماد از گفتگو، صلح و توسعه پایدار باشد. سازمان ملل متحد از سر افزایش همکاری ها میان افغانستان و این کشورها استقبال می کند. معاون وزارت خارجه ایالات متحده در این نشست میگوید که ایالات متحده برای شکست هراس افغانی در افغانستان خواهد ماند و وی تاکید می‌ورزد که هراس افغانان نمی‌توانند انتظار بیرون شدن جامعه جهانی را از این کشور بکشند. ما دیدیم برخی کشورهای مشخص راهبردهایی را دنبال می‌کند که پیامدهای منفی دارند، زیرا این کشورها با این کار زیر نام مبارزه با داعش از طالبان پشتیبانی می‌کند. ایالات متحده به این باور است که با طالبان و داعش در افغانستان مبارزه شود تا داعش نابود و طالبان ناگزیر به گفتگوهای صلح شود. وی هرچند میپذیرد که تنها راه برای صلح پایدار در افغانستان آشتی و مصالحه است، اما میگوید که طالبان نمی‌توانند از راه جنگ پیروز شوند. حکومت افغانستان باید اصلاحات را ادامه دهد و وضعیت زندگی مردم را برای ثبات پایدار بهبود ببخشد. انتخابات پارلمانی را در سال روان و انتخابات رئیس جمهوری را در سال 2019 برگزار کند. این دیپلمات بلندپایه آمریکایی از حکومت افغانستان نیز می‌خواهد تا انتخابات پارلمانی را در سال روان و انتخابات رئیس جمهوری را در سال آینده میلادی برگزار کند. وزیر خارجه روسیه در این نشست نگرانیش را از افزایش فعالیت‌های داعشان در شمال افغانستان و کشت کوکنار در این کشور ابراز می‌کند و از آمادگی مسکو برای آغاز هر چه زودتر گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان نیز خبر می‌دهد. بر بنیاد ویژگی‌های قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، ما به کمک برای آغاز هر چه زودتر گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان آماده هستیم. شماره سخنرانان دیگر نیز در این نشست تعهدشان را بر ادامه کمک از افغانستان اعلام کردند و گفتند که باید تلاش‌های سیاسی و امنیتی به گونه هماهنگ در افغانستان به پیش برده شوند تا نتایج ملموسی از آن به دست بیاید. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان میگوید که در سال 2017 میلادی در حدود 1600 جنگجوی داعش در افغانستان کشته شدند. یک مقام ارتش آمریکا در افغانستان در گفتگو با تولو نیوز میگوید که تهدیدهای برخواسته از گروه داعش در افغانستان در حال گسترش نیستند. این نظامی آمریکا از طالبان میخواهد که به گفتگوهای صلح رو بیاورند، چون در غیر آن در هر جای آماج حمله های نیروهای دولتی افغانستان و نیروهای آمریکایی در این کشور قرار خواهند گرفت. داعش گروهی که از فعالیت و شمار جنگجویان این گروه آمارهای متفاوتی تا اکنون در افغانستان داده شده است. یک مقام بلندپایه ارتش آمریکا در کابل در گفتگو با تولو نیوز میگوید که تهدید گروه داعش در 3 ولایت افغانستان وجود دارند، اما این تهدیدها در حال توسعه نیستند و نیروهای هوایی حمایت قاطع در حمایت از نیروهای امنیتی افغان توانستند کم از کم 7 کیلومتر داعشیان را در دره مومند ولسوالی اچین ننگرهار عقب بزنند. شمار جنگجویان شاخه خراسان داعش که در سال 2017 در افغانستان کشته شدند حدود 1600 تن می رسند. این مقام ارتش آمریکا از طالبان می خواهد که به گفتگوهای صلح رو آورند. در غیر آن با حمایت از نیروهای افغان بدون وقفه بالای طالبان در هر جایی که باشند عملیات می کنند. پیام ما برای طالبان مصالحه است. ما آنها را به میز مذاکرات در ماه‌های زمستان تشویق می‌کنیم. این زمستان یک زمستان دراز برای طالبان خواهد بود، چون عملیات ما بدون وقفه بالای طالبان ادامه خواهد داشت.
در همین حال وزارت دفاع ملی از سرکوب داعشیان سخن میگوید و گسترش تحرکات داعش را شایع میداند. دست و پای گروه تحت نام داعش قصه، اما ای که از او بزرگ نمایی میشه، ای پلان استخباراتی هست که قبلا دگه تروریستار هم اکمالات کردند و بزرگ نمایی میکردند. اما شماری از اعضای شورای ملی فعالیت داعش در کشور را خطرناک میدانند و حکومت را به پنهانکاری متهم میسازند. یا ایست که اینا دقیق معلومات ندارند، یا ایست که اینا به خاطر از اینکه آمار دقیق به خاطر گفتن میتونند تا که مورال هموطنان ما ضعیف نشود و کسانی که تمویل میکند و خود داعش ها بیشتر مورال نگیرند، ممکن که همچون گپ بده باشد. در حالی که حمایت قاطی از حضور گروه داعش در سی ولایت افغانستان خبر می‌دهد، اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان فعالیت داعش را گسترده‌تر از این می‌دانند. معاون والی فراه تلفات نیروهای دولتی کشور را در یک ماه گذشته در این ولایت بی پیشینه می‌گوید. این مقام حکومتی در فراه مدیریت جنگ را در این ولایت انتقاد می‌کند و می‌گوید که طالبان در اطراف شهر فراه جابجا شدند. در این حال آمر امنیت فرماندهی پلیس فراه میگوید که طالبان با پشتبانی استخبارات کشورهای همسایه به ویژه پاکستان میکشند تا بخشهای از این ولایت را از اداره دولت بیرون سازند. هرچند تا کنون مقامهای حکومتی فراه از ناتوانی طالبان در این ولایت سخن میگفتند، اما اکنون به گونه روشن از ناکامیشان در مدیریت جنگ و رویارویی با حراس افکنان در این ولایت سخن میزنند. ما تعرض هیچ نداریم و دفاع ما هم دفاع بجانیه، به خاطر از اینکه در دفاع چرا اینقدر تلفات باشه؟ طی هفته گذشته تا امروز فکر کنم 50 تا 54 نفر ما تلفات ضایعات داریم. شمار از باشندگان و اعضای شورای ولایتی این ولایت میگویند که طالبان وارد بخشهایی از شهر فرا شدند و مسئولان امنیتی در تلاش تامین امنیت خودشان هستند. سال گذشته جنگ آماده بود به دروازه های شهر، یعنی به او طرف رود بود، اما آل جنگ آماده ای بر رود آماده، یعنی داخل شهر. ولایت فرا 80% سکوتت، 20% از هم در آل نگرانی مسترب، کلی مردم آلت روی زنا روانی زنا کلی خشدار شده. مردم شب تا صبح از طرف صبح یک با آلت جسم روح روان از طرف شد، کلی مردم با آلت کالبوت مرده از داخل خانه خود. آمر امنیت فرماندهی پلیس فرا نیز تهدیدهای جدی امنیتی در برابر این ولایت را تایید می کند. فشارشان همی است که بتانند کدام ولسوالی ولایت تا هر توانی که داشته باشه بتانند به نفع خود سکوت بتن، که یا به پاکستانی ها یک دستاورد و یک دستاویز شوه. وزارت دفاع ملی اما از آغاز یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی در این ولایت خبر می دهد. عملیات را در بیرون از شهر فرا ادامه دادند و دستاوردهای هم ما داریم. بزرگترین تلفات را ما تا اکنون برای طالبان در فرا وارد ساختیم. گفته می شود که در حال حاضر طالبان در منطقه گینکان در شمال شهر فرا جابجا شدند و این کار باشندگان این ولایت را سخت نگران ساخته است. سربازانی که به تازگی در ولایت پکتیا از چنگ طالبان رها شدند ادعا دارند که آنان با زندانیان طالبان مبادله شدند. این سربازان میگویند که آنان در هنگام بازداشت از سوی طالبان لتوکوب شده بودند. در این حال والی پکتیا مبادله سربازان را با زندانیان طالب رد میکند. طالبان یک سال پیش پس از یک نبرد در ولسوالی جانیخیل شماره از سربازان پلیس را اسیر گرفتند و با خودشان برده بودند. این مرد فریدالله نام دارد و سرباز پلیس در ولایت پکتیا است. فریدالله 29 ساله 9 ماه پیش در یک نبرد از سوی طالبان اسیر شد. فریدالله ادعا می کند که وی پس از تبادله با شماره از زندانیان طالبان از چنگ این گروه رها شده است. عبدالله 48 ساله سرباز دیگر است که همراه با 14 سرباز پلیس یک جا از چنگ طالبان رها شدند. عبدالله در یک نبرد با طالبان در ولسوالی جانیخیل زخمی شده بود، اما از سوی طالبان اسیر گردید. ما زخمی بودیم در حالت جنگ، حالت دیگه نبود که ما حالت آرام بوده باشه، حالت آرام ما رو گیر کرده باشه، ما اسیر شده باشیم. نه، در حالت جنگ ما اسیر شدیم. اما یک عضو شورای ولایتی پکتیا
رهایی این سربازان را نتیجه تلاش های بزرگان قوم می داند. دی خلق خوشی که گی دشیر خان پنوم یو چوک چه اصلا دیده جریان نه هیچ خبر نده. بیگوی رازی بوایی چی دی پیرسی همیل مستیا دا دقی خلقو تا پیرسی هم دیر دل تا موزر کی دا خلق بیا کابل تا وریه بیل خلق کابل کی دی خپل زان پا گرد تا مماوی چی دا کار پیر صاحب کرده ده حال دا چه آقا کمیون باشر چه حال تا ناست ولی خوی وی چه مونگ تا دستوری زینی خبری را کرل سوی چه تا صبح دا خاصی سرگندوانی که وی چه دا خلق دی پیر صاحب منزگاری توب دی غوی پا حال زل خوشی ویدی. در همین حال والی پکتیا تبادله زندانیان طالبان را با این سربازان رد می کند. قومی مشران او دیدی ترمنز که کم خبری اگا آل تا دا نه قومی مشران او لمون چه وقتا نکلی او پا اول سر که مون قومی مشران او سرم دا چه ویدی سی دا زمت نه کانون اجازه را ترکوی او نه را مرکز نه اجازه را کلا سویده مو تبادلی موت که نویو یوازی قومی مشران دی ورسی او خبری دیو سروکی او ما بلاخیر اگا سی وسو. طالبان در یک نبرد یک سال پیش در ولسوالی جانی خیل شمار سربازان پلیس را اسیر گرفتند. از این میان 14 سرباز آن هفته پیش از سوی طالبان رها شدند. پزشکان در کابل برای نخستین بار با بکارگیری از روش جراحی با کمرک در کشورهای توسعه یافته برای جراحی کودکان کار گرفته می شود عملیاتی را انجام دادند. کودک 2 ساله ای که از اجرای کین جراحی را سپری کرده است به علت سوی شکل پرده میان سینه و شکمش سوراخ بود و روده های خرد و بزرگش در قفس سینه‌اش جا گرفته بودند. ما معمولاً آله برای مریضا ما پیشنهاد میکنیم که طارق رحیمی با 20 سال تجربه پزشکی میگوید که روش جراحی با کمره را در بیرون کشور آموزش دیده است. عملیات جراحی با کمره یک روش تازه جراحی در جهان پیشرفته است. صرف یک کمره داخل میشه در ابتدا در عملیه که دیده میشه که آیا امکان داره توسط کمره یا نه، که فقط به اندازه 3 میلی اجرا میشه داخل میشه کمره، تمام چیز قابل رویت میسازه و در هر کشورهای اروپا و غربی و امریکا این میتود رایج است که نظر به موافقه فامیل این اجرا میشه. این تصویر جریان جراحی کودک را نشان می‌دهد که پرده میان سینه و بطن او سوراخ بود و تمامی اعضای داخل بطن در داخل قفسه سینه وی بودند. اضرار عملیات به مریضا و بسیار کم است و فواید از این متد بسیار زیاد هستند و ضرری که از نظر عملیاتی به مریض میرسه در این متد بسیار کم است. این جراحی در انستیتوت طبی فرانسه برای کودکان انجام شده است. خانواده این کودک میگوید که پیش از جراحی کودکانان مشکل تنفسی داشت، اما پس از جراحی این مشکل وی برطرف شده است. این عملیات جراحی برای یک کودک انجام شده که با سوی شکل ولادی به دنیا آمده و دلیل که کودک‌ها با سوی شکل به دنیا میآیند در کنار سایر عامل‌هایش عامل میتونه باشه آگاهی کم خانواده ها که به مدت که جنین در بطن مادر است که باید مراقبت‌های صحی که باید برای مادر شود او زمان نمیشه و مو و باقی به دکتر رسیده نمیشه و اینکه واقعا معلوم شود که جنین در بطن مادر سالم هست و زمانی که به دنیا میآید و تمام کامل خواهد بود، یعنی از نگاه بیداشتی سالم خواهد بود یا نه، و در کنار از او میتونه آلودگی هوا و سایر عوامل‌های دیگر میتونه تاثیر خود داشته باشه بر سالم به دنیا آمدن یک کودک. رئیس جمهور غنی میگوید که سیاست های خرد و کوچک در میان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جان نخواهند داشت. اشرف غنی در سخنرانیش در قل اردوی عملیات های ویژه میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ملی و وسیله عملی شدن قانون است. در رئیس جمهور در این سخنرانی بر برگزاری انتخابات شفاف تاکید می‌ورزد و میگوید که انتخابات های شورای ملی و ریاست جمهوری به وقت تعیین شده برگزار خواهند شد. رئیس جمهور غنی در قل اردوی عملیات های ویژه بر وحدت ملی تاکید می ورزد و می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ملی و عملی کننده قانون هستند. قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ملی، متحد به وحدت ملی، ممثل وحدت ملی و وسیله تطبیق قانون اساسی است.
سیاست های خرد و کوچک در قوای امنیتی و دفاعی ما جایی نداره. رئیس جمهور بر برگزاری انتخابات شفاف تاکید می‌ورزد و می‌گوید که انتخابات‌های شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها و نیز انتخابات ریاست جمهوری در فضای امن و به وقت تعیین شده برگزار خواهند شد. تمام قوای امنیتی و دفاعی افغانستان به ملت افغانستان ای باور خود دادن که هم انتخابات پارلمانی سال 1397 و هم انتخابات ریاست جمهوری 1398 و بهترین فرصت و به بهترین وسیله انجام خواهد شد. در همین حال وزیر دفاع ملی میگوید که نیروهای دولتی مسیر نبرد را به سود خودشان تغییر دادند. در این بردن فصل جنگ کماندوهای ما نقش اساسی و نقش تعیین کننده را داشتند و مسیر جنگ تغییر دادند و هر کدامتان افتخار میکنم. رئیس جمهور غنی رسیدگی به مشکلات نیروهای دولتی و رسیدگی به خانواده های قربانیان نیروهای دولتی را از علت های اساسی رفتنش به قلعه اردوی عملیات های ویژه می داند. او با وزیر دفاع ملی و رئیس ستاد ارتش هدایت می دهد که به خانواده های قربانیان ارتش رسیدگی کنند. در عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی چهاردره کندوز نزدیک به 40 هراس افکن کشته شدند. مسئولان ارتش در این ولایت میگویند که طالبان از چندین روستا در این ولسوالی بیرون رانده شدند و تجهیزات نظامی و جنگ افزارهایشان در میدان نبرد باقی ماندند، اما در این درگیری ها ده ها خانواده نیز بیجا شدند. حالا برمیگردیم به نشست. ادامه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد. شورای امنیت سازمان ملل در اینجا معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان سخنرانی میکنه. ما همچنان خرسند هستیم از شرکت وزیران خارجه کشورهای آسیای میانه و همچنان کشورهای دیگر در این نشست، چرا که ثبات در کشور ما افغانستان بسیار مهم و قابل ستایش است. اعضای محترم شورای امنیت، نشست امروز تنها چند روز پس از دیدار اخیر شورای امنیت از کابل صورت میگیرد. برخی از مسائل مهم به شمول امنیت، توسعه و همکاری های منطقه‌ای، حکومت داری، حقوق بشر و دموکراسی سازی نهادها in strengthening international communities in تظاهر داده شد. cooperation and consensus on Afghanistan. همکاری و اجماع جهانی درباره افغانستان وجود دارد. the topic on which we are meeting today. و این موضوع چی است که امروز ما در افغانستان میان بحث میکنیم؟ from security and stability in the countries. همکاری با افغانستان به معنای جدایی از امنیت یا تهدید به کشور دیگر بودن نمی‌تواند. افغانستان و کشورهای آسیای میانه چالش‌های و فرصت‌های مشابه روبرو هستند. افغانستان همواره اهمیت رابطه‌اش را با تمامی کشورها خصوصا آسیای میانه درک کرده است. این رابطه بر مبنای احترام متقابل، منافع مشترک و فرهنگ‌های مشترک بوده است. با وجود این پیشرفت‌های مثبت، ما با چالش‌های نیز روبرو بودیم. اما ما باید برای امنیت مشترک و رفاه مشترک من کار بکنیم. سال گذشته یک پویای تازه را گواه بودیم، به این معنی که ما دیداری از برخی از کشورها داشتیم که به رهبری رئیس جمهور افغانستان دیدارها آغاز شده و متمرکز به همکاری‌ها در بخش انرژی، آموزش پرورش و دادستاد بوده است. همان گونه گفته شد این دیدار با آغاز سفر رئیس جمهور از کشورهای آسیای میانه برمیگردد، جایی که رئیس جمهور غنی
از کشورهای آسیای میانه دیدار کرد و همچنان به قزاقستان رفت. عبدالله عبدالله رئیس جمهوری با در مقام ها دیدار نمود. ما همچنان گواه بودیم که رئیس جمهور باش با رئیس جمهور ازبکستان رفت و چندین توافق نامه را امضا نمود. این نشان میدهد که ما همکاری داخل بودن و بحث ها را با این کشورها آغاز کردیم. Mr. President, آقای رئیس، we all know that prosperity is not possible in ما میدانیم که رسیدن به سعادت بدون امنیت ممکن نیست. البته در هر جامعه هراس افغانی و افرادگرای تندروی چالش هایی هستند که امنیت افغانستان و ثبات افغانستان و نیز منطقه را تهدید میکنند. برای مبارزه برای مبارزه با هراس افغانی در افغانستان ما با نمایندگی از منطقه و جهان کار میکنیم. ما البته از لحاظ جانی و مالی که قربانی های نظامی و غیر نظامی مشابه بودن کار کردیم. ما با گروه های تروریستی چون طالبان، القاعده، حقانی، داعش و جنبش اسلامی ازبکستان مبارزه میکنیم. تنها در ده ماه گذشته نیرو امنیتی ما بیش از 2000 عملیات را در سراسر افغانستان انجام دادند که باعث تلفات سنگین میان گروه های حراس افغان شدند. کسانی که از کشورهای منطقه و دیگر برای جنگ به افغانستان آمدند. اهمیت از بین بردن پناهگاه های امنی حراس افغانان در بیرون افغانستان و کنون نسبت به هر زمانی دیگر بهتر درک می شود. چیز را که جامعه افغانستان به هیئت شورای امنیت نیز هفته گذشته و نمود نمود وظیفه تامین امنیت وظیفه یک کشور تنها نیست، بر تمامی کشورها باید همکاری نماید. نیاز به همکاری جامعه دارد. ما باید جلوی رادیکال شدن جوانانمان را بگیریم. ما همچنان جلوی رفت آمد حراس افغانان را بگیریم و با گروه های جنایتکار مبارزه کنیم. ما همچنان با مشکل مواد مخدر رسیدگی کنیم. تنها از زمانی ممکن خواهد بود که همه ما چالش ها را درک کنیم و به همه رسیدگی نماییم. باید موادی که در تولید مواد مخدر به کار گرفته می شود نیز جلوگیری شود. شکست حراس افغانی در کنار از اینکه تلاش های نظامی را انجام می کند نیاز است تا روند سال نیز به پیش برده شود. در 28 ماه فوریه ما دومین نشست پروسه کابل را برگزار میکنیم، جایی را که ما راهمان را به پیش برای مبارزه با حراس افغانی و همکاری با جامعه جهانی مشخص میسازیم. ما نیاز داریم تمامی کشورها به شمول کشورهای آسیای میانه از این راه با پشتیبانی بکنند. در پروسه کابل به دنبال کنفرانس کابل نشست پروسه تاشکند با همکاری حکومت ازبکستان در ماه مارس برگزار شد. ما باور هستیم که تمامی این ابتکارها باعث از این خواهد شد که راند سال به رهبری و مملکت افغان ها به پیش برده شود. در پروسه تاشکند ما می خواهیم تا نشست با کشورها پنج کشور آسیای میانه و افغانستان داشته باشیم، جایی که یک منطقه بسیار مهم پنداشته می شود و ما در بخش‌های گوناگون با این کشورها همکاری خواهیم داشت، چرا که کشورها نیز نقش برای بازی کردن در آن سال افغانستان دارند. چالش‌هایی که امروز یا خطرهایی که امروز با افغانستان دست و پنجه نرم می‌کنند تنها با رسیدن به صلح و ثبات و رفاه اقتصادی از بین بردن. پروسه قلب آسیای استانبول و پروسه روند کابل و همچنان ابتکارات که کشورهای آسیای میانه بعد از گرفتن همه و همه به هدف هستند تا افغانستان و سال دست یابد و همکاری میان افغانستان از طریق پلتفرم های گوناگون از جمله شانگهای SEO و ابتکارهای دیگر گسترش یابد. ما همچنان فضا را برای پیشبرد دیپلماسی در بخش‌های دیگر می‌بینیم.
The outcome of the ministerial meeting of security and development, which was convened by in November by the government of Uzbekistan, a UN office on drugs and crime, a UN RCCA, efforts under this format will help us overcome issues of common concern. This connection we are of the view that any خواهد شد. ما به این باور هستیم که هر تلاش منطقه‌ای باید هماهنگ با تلاش‌های جهانی باشد تا افغانستان بسیار بهتر شود. آقای رئیس، crucial way in which development agenda helps propel security. This is a key principle guiding international efforts to stabilize conflict situations worldwide. و همچنان نشست‌های منطقه‌ای را چون ریکا برای گسترش همکاری‌های اقتصادی انجام دادیم. در سال گذشته ما به دستاوردهای قابل توجهی دست یافتیم و با سازمان‌های گوناگون منطقه‌ای پیوستیم و ما می‌خواهیم که این هدف‌ها به واقعیت مبدل شوند. شاهرهای لاجورد، Tajikistan, Afghanistan, خط آهن میان افغانستان و تاجیکستان باعث خواهد شد تا ارتباطات میان کشورهای منطقه افغانستان بیشتر از پیش گسترش یابند و کشورهای مردمان این کشور از آن سود ببرند. ما همچنان بر عمل شدن کاسا گازدار، تاپی و ابتکارهای دیگر پشتیبانی میکنیم. اکنون بندر چابهار قابل استفاده است که برای دادستاد کالاها از آن کار گرفته میشد. سود استفاده از این گونه ابتکارها به همه کشورها میرسد، چرا که ما میخواییم چرا که ما به این باور هستیم که همه ما آینده و رفاه مشترک داریم. امروز ما به خاطر این جمع شدیم که یک فرصت بی‌نظیر برای ما برسانست و ما به این باور هستیم که تهدیدهای برخواسته از حراس افغانی نامنی که باعث جلوگیری از رفاه و پیشرفت اقتصادی میشوند با آن رستگی بود. ما به این باور هستیم که آغاز تازه میان کشورهای منطقه در حال ظهور است و میخواهیم که هر کشور تعهد و سهم خود را ادا بکند. افغانستان باور دارد که به تعهداتش عمل خواهد کرد. تشکر از توجهتان. I now give the floor to the representative of Turkmenistan. شورای امنیت سازمان ملل متحد را در پیوند به افغانستان تماشا می کردید از تولو نیوز و تولو و سخنرانی های حکمت خلیل کرزی. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان را شنیدین که از تلاش ها و توسعه که دولت افغانستان در مبارزه با تروریسم، روابط خارجی و سیاست خارجی با کشورهای منطقه و متحد ساختن کشورهای آسیای مرکزی برای مبارزه با تروریسم و ارتباط افغانستان از نگاه تامین روابط تجاری و وصل کردن آسیای مرکزی با جنوب آسیا مواردی بودند که در سخنرانی آقای حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بازتاب یافت. ایالات متحده آمریکا پشتیبانی برخی از کشورها را از طالبان به بهانه مبارزه با داعش خطرناک میگوید. معین وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان میگوید که برخی از کشورها به بهانه مبارزه با داعش از طالبان حمایت میکنند، اما این کار پیامدهای منفی خواهد داشت. وی هشدار می‌دهد که طالبان جز پیوستن بر روند صلح فرصت پیروزی از راه جنگ را ندارند و پناهگاه‌های امن حراس افکنان در پاکستان نیز نابود می‌شوند. با این حال نماینده روسیه تلاش‌های نظامی جهان را در افغانستان بی‌نتیجه می‌داند. وزیر خارجه روسیه می‌گوید که برای آغاز هرچه زودتر گفتگوهای صلح افغانستان کابل با طالبان و مسکو آماده کمک است. همکارمان گزارش تهیه کرده است از این نشستی که ساعت 8 امشب آغاز شده بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی ویژه اش را به سطح وزیران خارجه 15 عضو این سازمان درباره افغانستان برگزار کرد.
آقای رئیس، همکاری و سرمایه گذاری بیشتر میان افغانستان و آسیای میانه میتواند نماد از گفتگو، صلح و توسعه پایدار باشد. سازمان ملل متحد از سرح افزایش همکاری ها میان افغانستان و این کشورها استقبال میکند. معاون وزارت خارجه ایالات متحده در این نشست میگوید که ایالات متحده برای شکست حراس افغانی در افغانستان خواهد ماند و وی تاکید میورزد که حراس افغانان نمیتوانند انتظار بیرون شدن جامعه جهانی را از این کشور بکشند. ما دیده این برخی کشورهای مشخص راهبردهایی را دنبال میکند که پیامدهای منفی دارند، زیرا این کشورها با این کار زیر نام مبارزه با داعش از طالبان پشتیبانی میکند. ایالات متحده به این باور است که با طالبان و داعش در افغانستان مبارزه شود تا داعش نابود و طالبان ناگزیر به گفتگوهای صلح شود. وی هرچند میپذیرد که تنها راه برای صلح پایدار در افغانستان آشتی و مصالحه است، اما میگوید که طالبان نمیتوانند از راه جنگ پیروز شوند. حکومت افغانستان باید اصلاحات را ادامه دهد و وضعیت زندگی مردم را برای ثبات پایدار بهبود ببخشد. انتخابات پارلمانی را در سال روان و انتخابات ریاست جمهوری را در سال 2019 برگزار کند. این دیپلمات بلندپایه آمریکایی از حکومت افغانستان نیز می‌خواهد تا انتخابات پارلمانی را در سال روان و انتخابات ریاست جمهوری را در سال آینده میلادی برگزار کند. وزیر خارجه روسیه در این نشست نگرانیش را از افزایش فعالیت‌های دایشان در شمال افغانستان و کشت کوکنار در این کشور ابراز می‌کند و از آمادگی مسکو برای آغاز هر چه زودتر گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان نیز خبر می‌دهد. بر بنیاد ویژگی‌های قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، ما به کمک برای آغاز هر چه زودتر گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان آماده هستیم. شماره از سخنرانان دیگر نیز در این نشست تعهدشان را بر ادامه کمک از افغانستان اعلام کردند و گفتند که باید تلاش‌های سیاسی و امنیتی به گونه هماهنگ در افغانستان به پیش برده شوند تا نتایج ملموسی از آن به دست بیاید. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور از کمک‌های نظامی روسیه به پاکستان پشتیبانی می‌کند. آقای کرزی می‌گوید هرگاه ایالات متحده می‌تواند به پاکستان جنگ افزار بدهد، پس روسیه نیز چنین کمک‌ها را در اختیار اسلام آباد قرار دهد. در حالی که کمک‌های نظامی روسیه و پاکستان پرسش‌های را به بار آورده است، اما آقای کرزی می‌گوید که جنگ افزارهای آمریکایی 90 مرتبه بیشتر از جنگ افزارهای روسی در پاکستان وجود دارند. رئیس جمهور پیشین می‌گوید که پاکستان 50 برابر بیشتر نسبت به افغانستان به ایالات متحده ارزش دارد. از همین رو جنگ واشنگتن در افغانستان ناکام بوده است. بخشی از گفتگوهای سالانه رئیس سینا در هند امسال درباره افغانستان بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین یکی از سخنرانان در اینجا رابطه روسیه را با پاکستان رابطه نو می‌داند. جنگ افزارهای آمریکایی نزد پاکستان 90% بیشتر از جنگ افزارهای روسیه در آن کشور هستند. هنگامی که آمریکا دادن جنگ افزار را به پاکستان متوقف کرد، در آن صورت باز از روسیه نیز می‌خواهیم تا همین کار را بکند. آقای کرزی می‌افزاید که ایالات متحده از بهر این در جنگ افغانستان تا کنون شکست خورده است که پاکستان را نسبت بر افغانستان بیشتر ترجیح می‌دهد. Vice President Biden got up from his place and said, "Look, Mr. Karzai." ناگهان جو بایدن معاون وقت رئیس جمهوری آمریکا در نشست برخاست و گفت: ببین آقای کرزی، پاکستان 50 برابر بیشتر نسبت به شما در افغانستان به ما اهمیت دارد. پس برای جبران شکست آمریکا در افغانستان، این رابطه آمریکا با پاکستان باید تغییر کند. معاون وزیر خارجه روسیه در این گفتگو درباره کمک نظامی روسیه به طالبان در افغانستان میگوید: "Oh, Taliban." Yes. طالبان؟ فکر نمی کنم ما بر طالبان نفوذ داشته باشیم. ما از اوضاع افغانستان از چندین سال به این سو نگران هستیم. اما ما آماده زمینه‌سازی به گفتگوهای صلح مستقیم حکومت افغانستان با طالبان هستیم. هیچ مدارکی درباره کمک روسیه به طالبان وجود ندارد. این دیپلمات روس درباره انگیزه نفوذ روسیه بر طالبان میگوید. چگونه می دانید این جنگ افزارها ساخت روسیه هستند؟ هرگاه منظور از تفنگ های کلاشینکوف باشد، آنها در بسیاری از جاهای دیگر نیز ساخته می شوند. اما درباره چرخبال های بینشان که به شمال افغانستان جنگجویان داعش را انتقال می دهند نگران هستیم. برای ثبوت در این باره نوار تصویری داریم، اما حکومت افغانستان و ناتو با آن پاسخ نمی دهند.
ایگور مورگولوف وجود تماس های روسیه را با گروه طالبان تایید می کند و می گوید که از بهر تامین امنیت شهروندان روسیه در افغانستان و تلاش برای زمینه سازی گفتگوهای صلح در این کشور، مسکو با این گروه در تماس است. سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان میگوید که در سال 2017 میلادی در حدود 1600 جنگجوی داعش در افغانستان کشته شدند. یک مقام ارتش آمریکا در افغانستان در گفتگو با تولو نیوز میگوید که تهدیدهای برخواسته از گروه داعش در افغانستان در حال گسترش نیستند. این نظامی آمریکایی از طالبان میخواهد که به گفتگوهای صلح رو بیاورند، چون در غیر آن در هر جای آماده حمله نیروهای دولتی افغانستان و نیروهای آمریکایی در این کشور قرار خواهند گرفت. داعش گروهی که از فعالیت و شمار جنگجویان این گروه آمارهای متفاوت تا اکنون در افغانستان داده شده است. یک مقام بلندپایه ارتش آمریکا در کابل در گفتگو با تولو نیوز میگوید که تهدید گروه داعش در 3 ولایت افغانستان وجود دارند، اما این تهدیدها در حال توسعه نیستند و نیروهای هوایی حمایت قاطع در حمایت از نیروهای امنیتی افغان توانستند کم از کم 7 کیلومتر داعشیان را در دره مومند ولسوالی اچین ننگرهار عقب بزنند. شمار جنگجویان شاخه خراسان داعش که در سال 2017 در افغانستان کشته شدند حدود 1600 تن می رسند. این مقام ارتش آمریکا از طالبان می خواهد که به گفتگوهای صلح رو آورند. در غیر آن با حمایت از نیروهای افغان بدون وقفه بالای طالبان در هر جایی که باشند عملیات می کنند. پیام ما برای طالبان مصالحه است. ما آنها را به میز مذاکرات در ماه‌های زمستان تشویق می‌کنیم. این زمستان یک زمستان دراز برای طالبان خواهد بود، چون عملیات ما بدون وقفه بالای طالبان ادامه خواهد داشت. در همین حال وزارت دفاع ملی از سرکوب داعشیان سخن می‌گوید و گسترش تحرکات داعش را شایع می‌داند. دست و پای گروه تحت نام داعش شکسته، اما ای که از او بزرگ نمایی میشه ای پلان استخباراتی هست که قبلا دگه تروریست‌ها هم اکمالات کردن و بزرگ نمایی می کردند. اما شماری از اعضای شورای ملی فعالیت داعش در کشور را خطرناک می دانند و حکومت را به پنهانکاری متهم می سازند. یا ایست که اینا دقیق معلومات ندارند، یا ایست که اینا به خاطر از اینکه آمار دقیق به خاطر گفتن می تانند تا که مورال هموطنه ما ضعیف نشود و کسانی که تمویل میکند و خود داعش ها بیشتر مورال نگیرند ممکن که همچون گپ بوده باشد. در حالی که حمایت قاطع از حضور گروه داعش در 3 ولایت افغانستان خبر میدهد، اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان فعالیت داعش را گسترده تر از این میدانند. سربازانی که به تازگی در ولایت پکتیا از جنگ طالبان رها شدند ادعا دارند که آنان با زندانیان طالبان مبادله شدند. این سربازان میگویند که آنان در هنگام بازداشت از سوی طالبان لتوکوب شدند. در این حال والی پکتیا مبادله سربازان را با زندانیان طالبان رد میکند. طالبان یک سال پیش پس از یک نبرد در ولسوالی جانی خیل شماری از سربازان پلیس را اسیر گرفتند و با خودشان بردند. این مرد فریدالله نام دارد و سرباز پلیس در ولایت پکتیا است. فریدالله 29 ساله 9 ماه پیش در یک نبرد از سوی طالبان اسیر شد. فریدالله ادعا می کند که وی پس از تبادله با شماره از زندانیان طالبان از چنگ این گروه رها شده است. عبدالله 48 ساله سرباز دیگر است که همراه با 14 سرباز پلیس یک جا از چنگ طالبان رها شدند. عبدالله در یک نبرد با طالبان در ولسوالی جانیخیل زخمی شده بود، اما از سوی طالبان اسیر گردید. ما زخمی بودیم در حالت جنگ. حالت دیدی نبود که ما حالت آرام بوده باشه، حالت آرام ما رو گیر کرده باشه، ما اسیر شده باشیم. نه، در حالت جنگ ما اسیر شدیم. اما یک عضو شورای ولایتی پکتیا رهایی این سربازان را نتیجه تلاش های بزرگان قوم میداند. دخل خوشی که گیده شرخان پنوم یو چوک چه اصلا دیده جریان نهیز خبر نده بیغوی رازی بوای چی دی پیرسی هم علمستیا ده دقی خلکو تا پیرسی هم دیر دل تا موزر کی ده خلک بیا کابل تا ولی بیل خلک کابل کی دی خپل زان پا گرد تا مموی چی ده کار پیرسی هم کرده ده حال ده چه آقا کمی مشر چه حال تا ناست ولی غوی وی چه مونگ تا دستوری
ځینی خبری را کړل سو چې تاسو به دغه څرګندونه کوي چې دا خلک د پیر صاحب په منځګړیتوب د هغوی په حلو ځلو خوشي ویدي. در همین حال والی پکتیا تبادله زندانیان طالبان را با این سربازان رد می کند. قومی مشران او د دې ترمنځ کومه خبره یې هغه هلته دا نه قومي مشران له موږ نه څه غوښتنه کړې او په اول سر کې موږ قومي مشرانو سره همداسې وویل چې دا زموږ ته نه قانون اجازه راکوي او نه د مرکز نه کومه اجازه راکړل شوې ده. موږ تبادلې موټ کې نه یو، یوازې قومي مشران دې ورسي او خبرې دې ورسره وکړي او ما بالاخره هغسې وسو. طالبان در یک نبرد یک سال پیش در ولسوالی جانیخیل شماره سربازان پلیس را اسیر گرفتند. از این میان 14 سرباز آن هفته پیش از سوی طالبان رها شدند. تا لحظات دیگر. وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در کندوز، 40 هراس‌افکن در نتیجه عملیات نظامیان افغان در چهاردره کندوز کشته شد. دوباره خوش آمدید ادامه خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید که سیاست های خرد و کوچک در میان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور جای نخواهد داشت. اشرف غنی در سخنرانیش در قلوردوی عملیات های ویژه میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ملی و وسیله عملی شدن قانون هستند. رئیس جمهور در این سخنرانی بر برگزاری انتخابات شفاف تاکید میورزد و میگوید که انتخابات های شورای ملی و ریاست جمهوری به وقت تعیین شده برگزار خواهند شد. در یک عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز نزدیک به 40 هراس افکن کشته شدند. مسئولان ارتش در این ولایت میگویند که طالبان از چندین روستا در این ولسوالی بیرون رانده شدند و تجهیزات نظامی و جنگ افزارهایشان در میدان نبرد باقی ماندند، اما در این درگیری ها ده ها خانواده نیز بیجا شدند. نیروهای امنیتی عملیات ویژه را برای سرکوب هراس افکنان در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز آغاز کردند. مسئولان ارتش در این ولایت می گویند که در این عملیات نیروهای امنیتی از زمین و هوا بر پایگاه‌های هراس افکنان حمله کردند و از 3 روز به این سو نزدیک به 40 هراس افکن کشته شدند. که در طول 72 ساعت بیشتر از 39 نفر دشمن کشته شده و 9 نفر دشمن زخمی است و در جریان وظیفه بیشتر از 100 القمین کش و خونسا گردیده. نیروهای امنیتی ده ها روستا در ولسوالی چهاردره را از طالبان پس گرفتند. مسئولان ارتش در این ولایت میگویند که مقدار جنگ افزارهای طالبان نیز در این عملیات به دست نیروهای امنیتی افتاده است، اما درگیری ها در این ولسوالی سبب شدند ده ها خانواده از این روستاها بیجا شوند. تلفات ولر دیر در کورونا مورونا خراب سو زه حکومت نه دا غواړم چې کومک وکړئ زه مای ده او دغه جنګ د دواړو ډلو نه موږ دغه غوښتنه غواړو. موږ کوم بله غله چې کورونه په دغه سیمه کې پاتې دي، بیا نه هم نه وروره بیخي کورونه ټول خراب شوي دي. دا اوس هېڅ څوک په دې کلي کې نشته، ټول خلک اواره. مسؤولان فرقه 20 پامیر میگویند که این عملیات زمستانی نیروهای امنیتی برای سرکوب هراس افکنان ادامه خواهند داشت و قرار است چندین ولسوالی از وجود طالبان در این ولایت پاکسازی شوند. و در ادامه بهره برداری سی پروژه خدمات همگانی در ولایت پکتیا. ادامه خبرها. نبود یک دیدگاه روشن و دراز مدت برای توسعه منابع معدنی در کشور از مشکلات اساسی فراراه افزایش درآمدهای معادن کشور هستند. اعضای شبکه نظارت از منابع طبیعی میگویند که بر بنیاد برنامه‌های برای افزایش درآمدهای معدن در سال‌های گذشته افغانستان باید تا 1 میلیارد دلار در سال گذشته از منابع معدنی درآمد می‌داشت، اما اکنون درآمدها از این رهگذر بسیار اندک هستند. در سالهای گذشته با در نظر داشت راهکارهای ملی برای افزایش درآمدهای معادن در کشور قرار بود که افغانستان در سال 2017 و 2018 میلادی سالانه تا 1 میلیارد دلار درآمدهای معادن را گردآوری میکرد، اما در حال حاضر گفته میشود که این رقم بسیار اندک است.
شمار از اعضای شبکه نظرات از منابع طبیعی میگویند که اگر معادن کشور به گونه درست مدیریت نشود، گذشته از دست رفتن منابع معدنی، درآمدهای آن نیز از دست خواهد رفت. در اصل مشکلات اساسی وزارت معادن برمیگرده به رهبری وزارت معادن، به برنامه ملی انکشاف معادن که متاسفانه ما در افغانستان چنین برنامه انکشاف ملی معادن که برای دراز مدت در نظر بگیره انکشاف منابع معادن افغانستان متاسفانه وجود نداره. هرچند وزارت معادن بارها بر ایجاد اصلاحات تاکید میکند و میگوید که با بهبود ظرفیت در وزارت معادن مشکلات معادن نیز حل خواهند شد، اما شماره از کارمندان پیشین این وزارت میگویند که نبود دیدگاه دراز مدت و روشن برای منابع استخراجی در کشور از چالش های بزرگ است. تا بالی هم که مشکل ایجاد شده به خاطر تصامیم کوتاه بینانه و عجولانه بوده در این بخش. ما وقت را از دست میدیم، 30 سال دیگه هم به همین منوال اگر بگذره ما هیچ چیزی به دست نمیاریم. پیش از این وزارت معادن گفته است که در 7 ماه امسال 105 میلیون افغانی از منابع معدنی درآمد گردآوری شده است که نسبت به سال گذشته بسیار اندک بوده است. گفته می شود که سرپرستی متداوم در وزارت معادن سبب شده است که این وزارت بیشترین نیروی کار فنیش را از دست بدهد. 3 پروژه خدمات همگانی در ولایت پکتیا به بهره برداری سپرده شدند. مسئولان محلی ولایت پکتیا هزینه این پروژه ها را که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولسوالی های احمد آباد، زرمت و دند پتان این ولایت عملی شدند، بیش از 76 میلیون افغانی می دهند. تا لحظات دیگر. هشدار سوریه به ترکیه: اگر جنگنده های ترکی وارد حریم هوایی سوریه شوند، ارتش سوریه آنها را نابود خواهد ساخت. دبیرکل سازمان ملل متحد از وجود جنگ افزارهای کشتار جمعی در جهان ابراز نگرانی میکند. انتونیو گوتریش میگوید که برای جلوگیری از تولید بیشتر جنگ افزارهای هسته‌ای، کشورهای جهان باید اقدامهای اثرگذار را روی دست گیرند. در این حال روسیه از دست یافتن شورشیان و جنگ افزارهای کیمیایی در سوریه و عراق ابراز نگرانی میکند. سازمان ملل متحد از وجود جنگ افزارهای کشتار جمعی در جهان ابراز نگرانی می کند. انتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحد، تلاش ها را برای از میان برداشتن تهدیدهای جنگ افزارهای هسته‌ای بسنده نمی داند و بر تلاش های بیشتر در این راستا تاکید می ورزد. با وجود تلاش های شورای امنیت، تهدیدهای جنگ افزارهای کشتار جمعی هنوز باقی ماندند و به نظر می رسد که نیرومندتر می شوند. تهدیدهای جهانی جنگ افزارهای هسته‌ای از جنگ سرد تا کنون بلندتر شدند. در همین حال روسیه از دست یافتن شورشیان به جنگ افزارهای کیمیایی در سوریه و عراق ابراز نگرانی می کند. ما نگرانی من را از افزایش جنگ افزارهای کیمیایی در خاورمیانه به ویژه در عراق و سوریه ابراز میکنیم. شورشیان نه تنها از جنگ افزارهای کیمیایی استفاده میکنند، بل فناوری هایی را برای تولید و بلند بردن ظرفیتشان دارند و خطر واقعی حراس افغانان با جنگ افزارهای کیمیایی در خاورمیانه بلند رفته است. در این میان چین از گفتگوها در شبه جزیره کوریا ستایش می کند و تاکید می ورزد که مسئله هسته‌ای کوریای شمالی باید از راه گفتگو حل شود. این در حال است که در ماه‌های اخیر رهبران ایالات متحده و کوریای شمالی در تهدیدهای متقابلشان از توان هسته‌ایشان نیز یاد کردند. وزارت خارجه سوریه میگوید که اگر جنگنده های ترکی وارد حریم هوایی سوریه شوند، ارتش سوریه آنها را نابود خواهد ساخت. این در حال است که پیش از این ترکیه از آغاز عملیات هوایی در برابر شبه نظامیان کارد در شهر آفرین سوریه خبر داده بود. شکر از این که در این ساعت خبری ما را همراهی کردید. از همراهیتان سپاسگزاریم. شب همتون خوش. خدا نگهدارتون.